فاصله 150 متری کوه و سنگ شکن از رودخانه رو مطرح کردن، در صورتی که فاصله رودخانه اینجا تا کوه بیشتر از 1 متر نیست. قانون دوم معادن شیب کوه رو بالای 70% رو ممنوع اعلام میکنه. این شیب بیش از 70%ه. مطلب بعدی، ما همین الان جاده های ما ریزشیه، منطقه ما منطقه سسته، ما تردد بیش از حد کامیون ها رو داریم. متاسفانه اگر قرار بشه که کامیون های بیشتری به این منطقه اضافه بشه، زندگی کردن برای مردم سخت میشه. مطلب دیگه، ما گونه جانوری شوکا رو داریم در این منطقه. وقتی کنار ما معادنیه که با این ارتفاع و این برداشت غیر اصولی اومده و منطقه رو نابود کرده، این حیوان چطوری باید داخل این جنگل بیاد و از این رودخانه استفاده کنه و اینجا بخواد آب اینجا رو استفاده کنه؟ همه اینها دست به دست هم داده که ما مردم منطقه مخالفت خودمون رو با احداث این معدن اعلام کنیم و نذاریم، و همه این کارها رو از طریق قانون پیگیر خواهیم بود و تا آخرین لحظه هم بیستارگی خواهیم کرد. الان معدن کدومه؟ این معدنی که داره فعال میگه؟ نه معدن کارونه داره. این معدنی که وجود داره در کنار این معدن، این طبیعت بک زیبا، این پوشش جنگلی قرار کنار این رو داغون کنن. و یه مطلب دیگه، معدن اینه؟ معدن اینه، دقیقاً معدن چهارم اینجاست. و یه نکته دیگه، ما یک مرغداری داریم در این منطقه که مجوز گرفته به نام مرغداری آقای علیپور. در قانون معادن فاصله مرغداری تا معدن باید 500 متر باشه، فاصله مرغداری تا این معدن 100 متره. این چطور تونسته مجوز صادر شده یه بنده خدای دیگه رو از بین ببره و بیاد اینجا دوباره معدن بعدی بگیره؟ و نکته بعدی که ما حائز اهمیته، ما جوانان بیکار زیادی در این منطقه داریم. ما شرکت‌های تعاونی روستایی داریم. اگر قرار بود که پوشش جنگلی منطقه نابود بشه، مردم این اهالی منطقه هم میتونستن بیان از این معدن استفاده کنن که معدن میلیاردیه. اما ما به خاطر حفظ طبیعت، به خاطر پوشش گیاهی، به خاطر امانتی که از گذشتگان به ما رسیده و ما میخوایم به آیندگان بدیم، اجازه نخواهیم داد که این جنگل‌ها و این گونه‌ها. ما حتی اداره موزیس گفت ما گونه درخت‌های بلوط تو داریم تو این منطقه که دارن از بین میرن. عزیزان میدونن چرا اومدید، با چه قدرتی استفاده کردید، شهرستان رو دور زدید، مسئولین رو دور زدید، رفتید تهران، در دولت قبلی مجوز گرفتید. این درسته؟ این کار قانونیه؟ اگر مطلب دیگه دوستان دارم بیان و اعلام کنم.